متشکریم که همچنان بیننده ویژه برنامه کارآفرینان هستیم. یه واژه ما در ادبیات فارسی داریم که به معنی یک پرنده اسطوره‌ای که خوش خط و خال هم هست. اون چیه؟ اون کلمه تیلا. در خدمت خانم تیلا ربانی از کارآفرینان عزیزم هستیم. خیلی خوش اومد به برنامه. مرسی، خیلی ممنون. متشکرم. من گفتم معنی اسمتون رو بگم که بیشتر شنونده ها بدونن، چون یه اسم جذاب باشه. خیلی متشکرم که در ویژه برنامه کارآفرینان در خدمتتون هستید. تو نمایشگاه دیوان چه دستاوردی رو آوردید و چه چیزی رو دارید، سرویسی رو دارید ارائه میکنید؟ من خودم یه خب 23 ساله که کار گلارایی و گلفروشی دارم در داونتاون، ولی کاری که اینجا آوردم این دوفم آرت شاپ برندی هستش که در نورت آمریکاست و حمایت از هنرمندای ایرانیه که من محصولاتشون آوردم و توی اینجا دارم عرضه میکنم. و از کجا این ایده شروع شد؟ یعنی چی شد که در واقع این کسب و کار رو به صورت کارآفرینانه ایجاد کردیم که عرضه و تقاضا رو بتونیم وصل کنیم برای دیزاینرها و طراحای ایرانی؟ خب ما توی ایران الان خیلی این آرتشاپ‌های به روز و خوبی داریم که خب همه هنرمندا اونجا آثارشون رو میذارن. من همیشه فکر میکردم که باید این ور دنیا هم اینا دیده بشن، این کارهای ایرانی باید دیده بشه، چون واقعا نیستش و انقدر ما کارهای جدید و خوب داریم که به نظرم این همیشه آرزوی من بودش که اینا رو بتونم ساپورت، تواناییشو داشته باشم که ساپورت کنم، که حالا خدا رو شکر ایجاد با تمام توان دارم این کار رو انجام میدم. و چشمنداز مجموعتون برای 4-5 سال آینده چی هستش؟ چه برنامه ای پیش ما متاسفانه از اول کووید شروع شد بیزینس، ولی خب با تمام توان و صبوری تونستم که این بیزینس رو نگه دارم و روز به روز قطعا داره رشد میکنه و مطمئنا رشد بیشتر خواهد کرد. و هدف من واقعیت اینه که اگه با 10-15 تا هنرمند شروع کردم، الان به 60 تا رسیده و بتونم توان داشته باشم که همه هنرمندا رو ساپورت کنم. خیلی عالی. آیا محصولات که روی در واقع پلتفرم شما وجود داره از سراسر کانادا قابل خرید هستش، میتونن بخرن و بله، دستشون برسه؟ به سراسر دنیا ما میتونیم ارسال کنیم. بله، کسب و کار جهانی شد. و شما هم در واقع مزیت رقابتیتون توی این مجموعه چی هست؟ یعنی اینونتوریتون هستش، نمیدونم طرحهای خاص و نوآورانه‌ای که دارید؟ تقریبا میشه گفتش که برند ایندوفام اولین آرت شاپ ایرانی در نورت آمریکا هست که هم به صورت آنلاین هم به صورت شاپ داره فعالیت میکنه و ما واقعا به روز هستیم با ایران. این مزیت ماست. یعنی طرحهای به روزی که بله، یعنی شاید حتی اینونتوری ما از آرتشاپ های ایران هم بیشتر، به خاطر اینکه خب خیلی در حد گسترده چیپ میکنیم، قطعا از اونا بیشتر هست. خیلی هم عالی. اگر بخواید تو سه تا کلمه خودتون رو توصیف کنید چی هست؟ سه تا کلمه. من برای آرزوهام تلاش میکنم و جاه طلبم، خیلی صبورم و راستش فکر کنم به نظر خودم خیلی هم آدم دلسوزیم. مرسی. خیلی متشکرم. به عنوان صحبت پایانی با مردممون و کسانی که دارن برنامه رو میبینن، مسئولینی که حالا به نحوی ایرانیان عزیزی که در حالا پارلمان هستن توی مجموعه دولتی و ازشون برمیاد که کاری بکنن، آیا انتظاری دارید، درخواستی چیزی دارید، صحبتی دارید باهاشون که با دوربین شماره دو داشته باشین؟ فقط شاید نمیدونم حالا خیلی ربط داشته باشه یا نه، ولی در برای کسایی که میان و میخوان اینجا بیزینس شروع کنن، به نظر من مهمترین چیز اینه که صبوری و اینکه بتونن یه جوری با آدمای دیگر رو ساپورت کنن که از آدمای دیگه و هم وطنهای خودمون ساپورت هم بگیریم، یعنی همدیگر رو ساپورت کنیم. چطوری؟ و قضاوت نکنیم همدیگر رو. قضاوت. آیا موضوع خاصی مد نظرتونه که چطور ساپورت کنیم؟ بستگی داره. به نظر من هر کسی تو هر حرفه‌ای داره زحمت میکشه و با نیت خوب و انرژی خوب بتونیم، حالا صرفا این نیستش که شما بری از کسی چیزی مالی بخری، ولی میتونی با حست، زبونت، انرژی خوبت، حتی یه لبخند میتونی آدم ها رو صاحب، این که فقط بگی چقدر قشنگه، انرژی خوب بدی، این آدم روزش ساخته میشه. خیلی عالی. خیلی متشکرم از شما. مرسی از شما. متشکرم از شما بینندگان عزیز که همچنان
دارید این برنامه رو میبینید، سامانه صوتی و پیامکی 604-655-7070 منتظر شنیدن نقطه نظرات شماست. متشکرم از شما. مرسی از شما. تا برنامه دیگر بزرگوارید. از شما شنوندگان و بینندگان عزیز خداحافظی می‌کنم. بدرود. مرسی.